سرخط خبرها. ترامپ از بیمارستان مرخص شد و به کاخ سفید برگشت. نتایج معکوس طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر. لطفاً پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. دونالد ترامپ تنها 3 روز پس از ابتلا به کرونا از بیمارستان مرخص شد و به کاخ سفید برگشت. او قرار است پیکار برای انتخابات ریاست جمهوری را از سر گیرد. ناظران تردید دارند که رفتار رئیس جمهور با پاندمی کرونا مسئولانه باشد. دونالد ترامپ اوایل شامگاه دوشنبه 5 اکتبر بیمارستان نظامی والتر رید را ترک کرد. رئیس جمهور 74 ساله با ژستی پیروزمندانه مشت خود را به خبرنگارانی که منتظرش بودند نشان داد و سوار هلیکوپتری شد که او را به کاخ سفید برد. در برابر کاخ او با حرکت نمایشی ماسک خود را از روی صورت برداشت و از بالکن برای خبرنگاران سخنرانی کرد. به گفته خبرگزاری‌ها ترامپ برخاستن از بستر بیماری و مرخصی از بیمارستان را با دقت و مانند یک شو تلویزیونی تنظیم و عرضه کرد. او تلاش کرد مرخصی خود را چون رویدادی هیجان انگیز برای برنامه‌های خبری ساعت اول شب ارائه دهد. ترامپ پس از مرخصی از بیمارستان در پیامی تصویری در توییتر به مردم توصیه کرد که بدون بیم و هراس بیرون بروند و اجازه ندهند که ویروس کرونا بر زندگی آنها چیره شود. در این حال او به آنها اندرز داد که محتاط باشند. ترامپ اندکی پیش از مرخصی در پیامی توییتری گفت که قصد دارد به مبارزه انتخاباتی ادامه دهد و به خبرهای جعلی خاتمه دهد. بنا به نظرسنجی‌ها او در رقابت انتخاباتی از جو بایدن عقب است. ترامپ تنها 3 روز در کلینیک به سر برد. او حوالی ساعت 18:30 به وقت محلی در توییتر نوشته بود: من حالم خوب است، از کووید ترسی نداشته باشید. او گفت که حالش از 20 سال پیش بهتر شده و اضافه کرد که در دولت او درمان عالی با داروهای فوق‌العاده فراهم شده است. شان کانلی پزشک مخصوص ترامپ گفت که او هنوز بهبودی کامل نیافته است، اما در کاخ سفید زیر بهترین نظارات پزشکی خواهد بود. روز دوشنبه کایلی مک اننی سخنگوی کاخ سفید اطلاع داد که به ویروس کرونا مبتلا شده است. خانم مک اننی توضیح داد که علایم بیماری را ندارد و به قرنطینه می‌رود. از زمان آشکار شدن بیماری ترامپ چند نفر دیگر از نزدیکان رئیس جمهور در حزب جمهوری خواه نیز به بیماری کووید 19 دچار شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار داده است که عدم توجه مناسب به این پیشنهادها می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. در بخش خلاصه مدیریتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت تصویب طرح تامین کالاهای اساسی آمده است، با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در 2 سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی 2 سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب ناپذیر ارزیابی می‌شود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال گردد. در ادامه این گزارش آمده است سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهادهای اساسی که از ابتدای سال 97 با هدف تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تامین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است. بازوی کارشناس مجلس در ادامه تاکید کرده است که با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر، اجرای همزمان 4 اقدام ضرورت دارد. نخست، کمک به تامین کالاهای اساسی اقشار کم درآمد بر اساس معیارهای استحقاق سنجی. دوم، پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف. و سوم، پیشگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از
تامین ارز ترجیحی به عنوان یک ضرورت نه انتخاب و بالاخره در چهارمین اقدام برای بسته معیشتی باید منابع پایدار غیر تورمی ایجاد شود. این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت‌های بودجه و کسری بودجه بالغ بر 40% که از روش‌های مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی در حال تامین شدن است اعلام کرد یکی از اصلی ترین معیارهایی که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت در سال جاری و سالهای آینده است. بدین منظور منابع مورد نیاز برای کمک به تامین کالاهای اساسی اقشار کم درآمد به خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سالهای بعد منابع پیش بینی شده دارای ویژگی‌های زیر باشد. نخست اینکه منابع واقعی باشند و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزنند. دوم، منابع پیش بینی شده از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سالهای بعد را داشته باشد. و سوم، بار تامین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد و به نوعی سیاست باز توزیع و کاهش فاصله طبقاتی را فراهم کند. و چهارم اینکه در سال جاری قابل حصول باشد و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد. و نهایتاً که این منابع متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تامین مالی سیاست‌های حمایتی افزایش یابد. در ادامه بخش خلاصه مدیریتی این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی پرداخته و اعلام کرده است بررسی مصوبه کمیسیون نشان دهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در این مصوبه از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند. با توجه به موارد فوق، بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح جزء 3 بند الف مصوبه کمیسیون و جایگزینی با برخی از منابعی که بدون تشدید کسری بودجه می توانند به موضوعات حمایت از معیشت خانوارهای کم درآمد اختصاص یابند، پیشنهاد استفاده از این منابع را برای تامین مالی این طرح داده است. 1. دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض تراکنش‌های بانکی بین مشتری. به عنوان مثال با وضع مالیات 5000 تومان برای تراکنش 10 میلیون تومانی در یک سال از این محل 12000 میلیارد تومان قابل حصول است. 2. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی با فرض کاهش 20% واردات در نیمه دوم سال 99 و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به منظور کاهش آثار تورمی، حداقل منابع حصول در نیمه دوم سال 99 حدود 30000 میلیارد تومان خواهد بود. و سوم، افزایش 1 واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، البته با در نظر گرفتن معافیت‌های مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر حدود 13000 میلیارد تومان برای یک سال از این محل قابل حصول است. در بخش پایانی خلاصه مدیریتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است از آنجا که عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده میتواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سالهای آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب پذیر را در پی خواهد داشت. لذا ضمن تاکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم برخوردار، پیشنهاد می شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این مصوبه جهت رفع ایرادهای کارشناسی ذکر شده در متن گزارش و به طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح جهت اصلاح به کمیسیون عدت داده شود.